برگشتیم به خدمتتون دوستان عزیز، بینندگان خوب تلویزیون جام جم، با شما هستیم در برنامه جاودان شو و در این برنامه همونطوری که مشاهده کردید نظر دوستان عزیزی رو پرسیدیم. جناب سهراب اخوان با ما بودند، کسی که بیش از 50 سال در بخش مطبوعات تلویزیون و رادیو فعالیت داشتند. پس از اون یکی از هنرمندان خوب لس آنجلس که در قلب اکثر ما ایرانی‌ها جا دارن و اکثر هم دوستشون داریم و دیروز هم اتفاقا در جمع ایرانیان بودن، آقای فرامرز آصف رو داشتیم. دو تن از دوستان دیگری که قرار بود به ما بپیوندن متاسفانه به دلیل همین مسائل و برنامه‌ای که دارند نرسیدند به موقع و دو تا از دوستان دیگری هم که باید پای تلفن باهاشون می‌بودیم باز هم به خاطر داغ بودن بحثمون نرسیدیم که در خدمتشون باشیم. خب چیزی که وجود داره این هستش که میخوایم نشون بدیم که نباید بی‌تفاوت باشیم نسبت به اتفاقاتی که در زندگیمون داره پیش میاد و در کنار این داستان اگر به قول قدیمی ها میگفتن زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز، قبولش ندارم. من میگم زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز، بستیزید، مبارزه کنید، تلاش کنید برای کسب آزادی، برای کسب استقلال، برای کسب هر آنچه که میخواهید. بی تفاوت نشستن کاری رو درست نمی کنه. باید حساس باشیم، توجه داشته باشیم، دقت بکنیم، آگاهیمون رو بیشتر بکنیم. خیلی من خوشحالم که دانشجوهای فعال در لس آنجلس، بچه‌های ایرانی که توی دانشگاه‌های مختلف دارن درس می‌خونن و نسبت به انتخابات بنا به تبلیغات فکر کردن که میتونن تأثیر داشته باشن در آینده کشورشون، خیلی هاشون هم رفتن رأی دادن ولی الان متوجه شدن که جریان خیلی بزرگتر هستش. باید آگاهیشون رو بیشتر بکنن، اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن و امیدوارم بزرگان، پیشکسوتان وارد این داستان بشن، همکاری بکنن با ما تا بتونیم این دوستانی رو که خودشون احساس تشنگی و گرسنگی اطلاعات میکنن رو در جریان قرار بدیم. ببینیم که در فدرال بیلدینگ تصاویری که ملاحظه میکنید ماره روز اول هست، جمعی که دانشجویان آمدند برای اینکه به هر حال پشتیبانی بکنند و بعد خواستن در کنارش. به هر حال یک روز گذشت، همه مردم، پدر مادرها بودند، حزبای مختلف بودند و حتی براشون جالب بود که فرق این دو پرچم رو نمیدونستند، فکر میکردند که کدوم پرچم باید باشه ولی بعد متوجه شدند که خب ماهیت پرچم، خب پرچم ایران، پرچمی که سالهای سال پرچم شیر خورشید بوده، خب این یک آگاهی بیشتر بود و بعد در کنارش اینکه باید بیشتر بدونن که باید برای فردا چه حرکتی بکنن. همبستگی فقط این نیستش که بخوایم بیاییم دور هم جمع بشیم ولی در مراحل بعدی باید چه کرد. به هر حال گزارشات کاملتری از دیروز و روزهای قبل داریم که دوستان میتونید برید روی youtube.com/javedan، رو وبسایت جاودان میتونید ببینید این فوتیج ها رو و همچنین گزارش های دیروز رو داریم، مصاحبه با هنرمندان رو داریم و برای قرار شد که در تلویزیون جام جم هم بیاریم و پخش بشه. مرسی از همه دوستان و عزیزان که همراهی کردن برنامه جاودان شو رو و این گزارش هم طولانی هست که در وقت این برنامه نمی گنجه. ممنونم از کنترل روم و همه هم تلویزیون جام جم، جناب کوروش بیبیان، و برای هفته آینده به هر حال باید ببینیم به کجا میرسه این جریان. سعی میکنیم در طول هفته به هر حال فعالیت بیشتری در تلویزیون جام جم به وجود بیاد در این زمینه، در زمینه خبررسانی. ما خبررسان هستیم،
و سعی میکنیم که بتونیم خبرها رو سالم و درست به اطلاع برسونیم، هرچند که خبرگزاری‌های مختلف دارن پوشش خبری بسیار خوبی رو میدن. سپاسگزارم، ممنونم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید. بدرود. خدا نگهدار. الان ناراحتین از این بابت که انتخاب؟ خیلی ناراحتم. چرا میخواستید که این جدایی بین گروه ها به وجود بیاد؟ به خاطر اینکه ما با اونا نیستیم. ما با اون گروه نیستیم. واسه همین میخواییم اونا از ما جدا باشن. اونا حرفی که ما میزنن با ما یکی. شما چی میگید؟ ما میخواییم ایران جمهوری باشه. جمهوری اسلامی؟ من اونو نمیتونم بگم. نمیتونید بگید. اوکی، مرسی. ولی هرچی هستش آزادی ما نه شام میخوایم، نه هیچ گونه دیکتاتورشیپی نمیخوایم. نه شام میخوایم، نه دکتر، فقط میخوایم دیکتاتورشیپ از بین بره. شاه هم یه جور دیکتاتور بوده، واسه ما فرقی نمیکنه. برای همین ما این پرچم اینا رو نمیخوایم پشت ما باشه.